ندید. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی با عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی، در روز سه‌شنبه 30 آبان ماه سال 1402 از فرار پیامبر اسلام از مکه به مدینه که حالا شما میخواید اسمشو بذارید هجرت، 21 نوامبر سال 2023 از به دنیا آمدن عیسی از مریم، چون پدرش مشخص نیست، تقل انسان بیمسئولیتی بوده، در خدمت شما هستیم با برنامه بازشناسی باور. جلسه گذشته به یکی دیگر از مؤلفه های سیاست مدار حرفه‌ای از منظر مکس وبر داخته، بس نیمه تمام ماند. در این برنامه هم ادامه خواهیم داد بحث صلاحیت، لیاقت و توانایی که یک سیاستمدار حرفه‌ای باید از اون برخوردار باشه. در نوبت پیشین عرض کردیم اساساً سیاست اطاعت از منظر مکس وبر برمیگرده به برخی مؤلفه ها. یکی از اون سیاست های اطاعت سنت و عادته. توجه به سنت و عادت نخستین بار در اندیشه مکس وبر نیامده، پیشتر از او هم کسانی بودند که سعی کردند نشان بدن مردم در درون جوامع چطور از یک نفر فرمان میبرن، اطاعت میکنن. شاید یکی از اون شخصیت‌های برجسته یک حقوقدان جوان فرانسوی بود به نام اتین دولا بوئسی که در کتابی به نام سیاست اطاعت یا بردگی اختیاری سعی کرد نشان بده که چگونه سنت و عادت مردم رو مجاب میکنه که از جباران اطاعت بکنه، کسانی که برای خودشون یک حق ویژه قائلن، ساختارهایی رو ایجاد میکنن که در فرایند جامعه پذیری مردم رو به اطاعت از یک مافوق ملزم میکنه. دیگر مسئله ای که مکس وبر به اون اشاره میکنه جزا و پاداشه، یعنی یک فرایندی که در اون افرادی سعی میکنن به خادمان خودشون پاداش بدن و نسبت به خائنان یا مخالفین خودشون جزا و مجازات روا. خب شما در این فرایند نگاه بکنید که جباری، حاکمی، پدری، رئیس قبیله‌ای از اطاعت یک نفر نسبت به خودش سعی میکنه برای او نعماتی رو در نظر بگیره، خب شما هم مجاب میشید که به همون طریقه ای رفتار بکنید که از اون مواهب بهره ببرید. و اگر انسانی در یک فرایندی مجازات میشه، طبیعی است که شما پرهیز بکنید از اون فرایندی که سبب عدم اطاعت بشه. در واقع سیستم جزا و پاداش یکی از سیستم های بسیار مهمی است در بحث های دینی، یعنی آن مجازات های هولناک و دهشتناکی که چه در دنیا و چه در سرای آخرت به یک مؤمن وعید داده شده سبب میشه که او همیشه با این ترس زندگی بکنه که اگر من نسبت به اوامر و نواهی خداوند خودم و رسول کوتاهی بکنم با چه مجازاتی میتونم بشم. بنابراین سعی میکنه از اون تعالیم اطاعت و پیروی بکنه. سومین مسئله‌ای که مکس وبر نام میبره مشروعیت، یعنی یک فرایند روانشناختی که در فرهنگ جامعه و در ساختارها به وجود میاد و انسان به شکل رضایتمندانه نسبت به اطاعت از یک شخصیت یا یک گروه یا یک متن مثل قانون مجاب میشه. مسئله اساسی در مشروعیت این است که گاهی این مشروعیت ها از طرق مختلفی به ما رسیده. گاهی مشروعیت به واسطه ویژگی هایی است که در یک شخص وجود داره، یک جنبه های کاریزماتیک که افراد رو مجاب میکنه که تن بدن به هرچی که او گفته. امروزه هم در درون
جوامع شما میبینی علم سبب نوعی جنبه های کاریزماتیک شده، حالا نه به معنای دقیق اون. ما در نوبت پیشین عرض کردیم مغالطه توسط به مرجع کاذب رو، یعنی افرادی که در یک حوزه دارای علم و دانشن و ما میپنداریم که خب وقتی او در این حوزه دارای تخصص است، ما میتوانیم در یک حوزه غیر تخصصی او هم ازش بهره ببریم، مشاوره بگیریم. سلیمانی حقوقدانه، اما در جنبه روانشناسی از او مشاوره بگیریم که آقا ما در خانه دچار مشکلیم چه بکنیم، در حالی که سلیمانی متخصص این امر نیست. در امر پزشکی از او مشاوره بگیریم. سلیمانی امیری در اینجا مرجع کاذبه، صاحب تخصص نیست، بنابراین بسیار اهمیت داره. ویژگی دیگری که در باب مشروعیت از نظر مکس وبر به رسمیت شناخته شده، مشروعیت حقوقی قانونی است. یعنی جایی که یک انسانی به خصوص در زمان بعد از روشنگری و جهان مدرن، بعد از آن کتاب‌هایی که روسو و دیگران نوشتند، تن به قرارداد اجتماعی داده. یعنی احساس کرده که ما باید وارد یک فرایندی بشویم که در اون عقلانیت وجود داره، که حالا من عرض خواهم کرد چه ویژگی هایی داره به شکل خیلی خلاصه. نوع دیگری از مشروعیت، مشروعیت سنتی است. یعنی ویژگی هایی که در جوامع وجود داشته نسل به نسل به دیگران رسیده و افرادی که امروز هستن فکر میکنن که باید همانند گذشتگان زندگی بکنن، همانند گذشتگان فکر بکنن، همون ساختارهای گذشته رو بیاریم و در درون جامعه خودمون قرار بدیم. امروز به این بحث خواهیم پرداخت، چون بحث مشروعیت سنتی در تضاد و تخالف قرار میگیره با بحث مشروعیت حقوقی عقلانی. وقتی صحبت از عقلانیت میکنیم، خب میدانیم عقلانیت یک مؤلفه اجتماعی است، برخلاف عقل. عقل یک مؤلفه فردی است، اما عقلانیت یک مؤلفه اجتماعی است. ویژگی مهمش اینه که چند ذهنی است، یعنی از ذهن من، از ذهن شما و از ذهن دیگران بیرون میاد. من نظر خودم رو میگم، دیدگاه های خودم رو تبیین میکنم، شما هم عقاید و باورهای خودتون رو تقریر میکنید، دیگری هم به شرح و بسط اندیشه هاش میپردازه. برایند این تضارب آرا جامعه رو مجاب میکنه به اینکه کدام یک از این تبیین ها تبیین دقیق تریست، درست تریست، و این در درون جامعه منتشر میشه. اینا بر آن نقل هابرماس نوعی اندیشه گفتمانی است. دیدگاه های مختلف در ساحت عمومی به بحث گذاشته میشه، به سطح خرد جامعه، عقلانیت جامعه رشد میده. از اینجاست که یک مسئله بسیار مهم رخ میده و آن این که عقلانیت که عرض کردیم پدیده اجتماعی چند ذهنی است، در تضاد قرار میگیره با نوعی از تفکر، تفکری که به وحدت گرایی باور داره. در وحدت گرایی یا توحید، تمام امور اجتماعی از عقل یک مؤلفه بیرون میاد. حالا اون مؤلفه میتونه الله باشه، پدر آسمانی باشه، یک رسول باشه، یا یک شاه باشه، شاهی که حکم میکنه، دستور میده. از خرد جامعه بیرون نیومده، از یک شخص بیرون آمده، از ذهن یک شخص. با توجه به این وضعیت هم هیچ وقت نیاز ندیده که با دیگران به تضارب آرا بپردازه که اصلا آیا تبیین من درسته یا غلط. پس بنابراین احکام الهی با عقلانیت متفاوتن. حکم پادشاه با عقلانیت متفاوته. ممکنه در برخی از جنبه ها تبیین خوبی هم داشته باشه، ما در زمان صدورش هیچگاه بررسی نشده.
احکام خداوند بررسی نشده، او دستور داده دیگران باید انجام بده. از اینجا ما متوجه می شویم که بسیاری از سننی که بعضا در جوامع وجود داره فاقد عقلانیته، بلکه از ساحت ذهنی یک شخص، یک مؤلفه بیرون آمد. ضمن اینکه عقلانیت امر سیاله، یعنی شما اگر برید به 500 سال قبل، عقلانیت جامعه جور دیگری بود، مناسبات خانواده های جور دیگری بود. هنوز مؤلفه هایی که ما در اختیار داریم اونا نداشتن، علمی که ما داریم رو اونا نداشتن. شما دیدید چند سال قبل بیماری فراگیری آمد، خب عقلانیت حکم میکنه که شما دست به واکسیناسیون کل جامعه بزنید. ما در گذشته اینها وجود نداشت، بنابراین عقلانیت اونها جور دیگری بود. فکر میکردن باید از عذاب الهی دعا بکنیم به درگاه خدا که آقا این همه آدم داره میمیره، بیماری آمده، وبایی آمده، بنابراین عقلانیت ما حکم میکنه که این رو خشم و غضب الهی بدونیم و لذا به درگاه خداوند دعا بکنیم. اما عقلانیت امروز نمیگه دعا بکنید، بلکه میگه واکسن بزنید. پدیده واکسیناسیون به دلیل اینکه توانسته کارکرد خودش رو نشان بده، تبدیل شده به یک تبیین درستر. بنابراین عقلانیت امر سیال. اما وقتی عقلانیت که امر سیاله و امروز باید در درون جوامع نسبت بهش تصمیم گیری بشه با تضارب آرای مختلف، در تضاد قرار میگیره با یک حکمی که مربوط به هزار سال قبله و تازه فاقد عقلانیته، چون از ذهن یک خدا بیرون آمده، از ذهن یک رسول بیرون آمده. الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند شما نمیدونید. هیچ مؤمن و مؤمنه‌ای حق نداره در جایی که رسول الله حکم کرده اختیار تغییر و برداشت خودش رو کنه. تمام شد، تک ذهنیست. به همین دلیلی که در مؤلفه های دینی عقل جامع بر عقل جمع برتری داره. خدا عقل جامع همه علوم رو داره، رسول عقل جامع، امام عقل جامعه. بنابراین عقل جمع دیگه موضوعیت نداره. اینو عرض کردم که جغرافیای بحث برای ما مشخص بشه. اونچه که در گذشته بوده غالبا در درون فرهنگ‌های دینی و سنتی ما برگرفته از یک عقل تک ذهنی است، هرچند در جنبه‌هایی هم ممکنه ناشی از عقلانیت باشه، یعنی از چند ذهنی بودن برگیاد. اما مشکلش در جایی است که همان عقلانیت 3000 سال قبل چه بسا امروز فاقد کارایی باشه. چون عرض کردیم عقلانیت امری سیال. به همین دلیله که ماکس وبر وقتی به عقلانیت اشاره میکنه در امر سیاسی نشانه هایی رو به دست میده، یعنی انسانی برای یک هدفی بتونه از بهترین ابزارها استفاده بکنه. ما به این میگیم عقلانیت. اگر قرار شما به یک مسافرت دور برید، عقلانیت حکم میکنه که از یک وسیله نقلیه‌ای که میتونه شما رو در اسرع وقت برسونه استفاده بکنه. عقلانیت حکم میکنه که قبل از سفر هتل خودتون رو رزرو. ما همینطوری یک توشهی برداریم و پیاده راه بیفتیم، فاقد عقلانیت. ماکس وبر در مورد بوروکراسی که اون رو اوج عقلانیت دولت در واقع میدونه ویژگی هایی رو میشموره. نقشش به این صلاحیت و شایستگی و توانایی مربوطه. ماکس وبر اشاره میکنه که اولین ویژگی که در درون این بوروکراسی وجود داره اینه که مناصب تخصصی هن. یعنی مثل گذشته نیست که شما از یک کشاورز به عنوان سیاستمدار استفاده بکن، از یک جنگاور و پهلوان
به عنوان یک فیلسوف و نظریه پرداز استفاده بکنه. دیدید ما الان تو همین فضا هم کم و بیش داریم همچین آدمهایی رو. طرف کشتیگیر بوده شده رئیس فدراسیون شمشیربازی. طرف وزنه بردار میشه عضو شورای شهر تهران. دیدید در جمهوری اسلامی شما اگر نگاه بکنید از اینا ما زیاد دید. چون تخصص معنی نداره. شو ورزشکار میاد در انتخاباتی که جمهوری اسلامی ترتیب میده که سر و تهش مشخص نیست انتخاب میشه برای شورای شهر تهران. مکس وبر معتقده که این مناصب تخصصی هست. برای کسب مناصب تخصصی شما نیازمند صلاحیت و شایستگی هستید، چون اینا اکتسابی هستند، انتصابی نیستن. سلیمانی امیری باباش رهبر انقلابه او رو منصوب بکنه به فلان شرکت یا کارخونه به عنوان رئیس اونجا باشه. اگه پدرش رئیس جمهور شد، عموش رئیس جمهور شد، ایشون تبدیل بشه به مشاور وزارت نفت. نه، اون باید بر اساس صلاحیت و شایستگی باشه. اکتساب اون شغل هم نیازمند این است که شما صلاحیت و شایستگی خودتون نشون بدید. به عنوان مثال عرض میکنم، شما فرض کنید اداره آب و فاضلابی است. مجبوریم این مثال ها رو خیلی ساده کنیم. تو بعد وقتی به مدارج بالاتر میرسیم اونجا دیگه تناقض استدلال های خیلی ها مشخص میشه. طرف بخواد شرکت بکنه در اون کارمند اداره آب و فاضلاب بشه. خب طبیعی اول باید یک سطحی از تحصیلات رو داشته باشه. فوق دیپلمه، لیسانس، فوق لیسانس، حداقل ها رو داشته. مرحله بعد اینه که با تمام کسانی که از این فرصت برابر برخوردارن رقابت کنید. یعنی یه سازمانی که سازمان سنجش یا هر سازمان دیگری آزمون عادلانه از همه بگیره، سوالاتی رو مطرح میکنه، شما پاسخ بدید. نتیجه در اون آزمون برنده شدید یا نمره بالایی رو کسب کردید، حالا میرید استخدام اون اداره میشید. اما روز اول شما رو نمیبرن رئیس اون اداره بکنن، معاون اون اداره بکنن، چون شما باید اون رویه و ساختار اون اداره رو بشناسید، نحوه کار اون رو بشناسید، فرایندهای تصمیم گیری اون رو بتونید، حدود و ثغور اون اداره رو فهم کنید. بنابراین اول کارمند میشید، چند سال کار میکنی، حسن عمل و سابقه شما مشخص میشه، بر اساس کسب تجربه آرام آرام مدارج رو طی میکنید. و شاید بعد از 20 سال 25 سال تبدیل بشید به رئیس اداری آب و فاضلا. مشکل در جایی است که در تفکر سنتی که این عقلانیت معنا نداره، این تخصص محوری معنا نداره، شاهزاده 10 ساله فرستاده میشه در خراسان والی میشه، آقازاده رئیس معدن میشه. و این گونه است که دولت ها فاقد عقلانیت میشن. این دولت ها فاقد عقلانیت شدن، فرایند تصمیم گیری معیوبه. تصمیم هایی گرفته میشه که منافع ملی رو در خطر هست. چون طرف این کاره نیست. یعنی خود اون شخص هم از فرایند انتصابی اومده، نه در یک فرایند اکتسابی لیاقت محور، شایسته محور. طبیعی دوستان خودش رو هم میاره که جای پای خودش رو حفظ. از طرفی هم کسانی که در اون اداره هستن و صلاحیت و شایستگی دارن، خب نظراتی دارن نسبت به سیاست ها و تصمیماتی که یک غیر متخصص میگیره، اعتراض میکنن که آقا این فرایندی که شما دارید امضا میکنید به این سادگی نیست. طبیعیه او این معاون رو دیگه به رسمیت نمیشناسه. حالا معاون هم بیچاره باید تمام اون اولیات نحوه اداره اون اداره رو به این آقا یاد. و این باعث اخلال در کار دولت میشه، اون بوروکراسی و سیستم میشه.
بنابراین بسیار اهمیت داره که ما فهم کنیم وقتی برای یک اداره کوچکی مثل اداره آب و فاضلاب، که البته کوچک هم نیست ولی خب اداره است کوچک در مقیاس کشوری، این همه صلاحیت محوری است، آیا برای رهبری کشور نیاز به آزمون نیست؟ نیاز به احراز شایستگی یک شخص نیست؟ بنابراین بسیاری از این عدم تخصص ها سبب ساز دشواری ها برای نظام های سیاسی و اداری شد. در اینجا یک نکته ای هم بد نیست عرض کنم، با این که معمولا در نظام هایی که عقلانیت اداری و سیاسی وجود نداره، جوامعی که توسعه نایافته هستند و مناسبات بر اساس انتصاب نه اکتساب، یعنی کسی با لیاقت خودشون رو کسب کنه، نخبگانی هم که وجود دارن غالبا این فرایند رو میپذیرن و جامعه پذیر میشن، یعنی طبق همون انتصاب رسیدن به مدارج بالا. و وقتی اون جامعه میخواد توسعه پیدا کنه، همین هایی که در یک فرایند عدالت محور مبارزه نکردن، شایستگی هاشون محرز نشد در رقابت با افراد دیگه، کارشکنی میکنه، چون میدونن اگر رقابت باشه دیگه اونا نمیتونن معاون وزیر باشن، رئیس فلان اداره باشن، چون صلاحیتشون زیر سوال میره، شایستگی هاشون و عدم شایستگی هاشون مشخص میشه. بنابراین بسیار اهمیت داره که وقتی صحبت از عقلانیت میکنیم فهم کنیم هر چقدر یک پدیده مهمتره سیاست ها و تصمیم گیری هاش بر کلیت کشور تاثیر گذاره، آن شخص بیشتر از همه باید صلاحیتش رو نشان بده. خطراتی که یک کارمند اداره داره کمتر از خطراتی است که رئیس اون اداره داره. یک امضای ناسواب یک رئیس ممکنه هزینه بسیار زیاد رو به یک شهر تحمیل و به طریق اولا شما در سطح کشور شما بگید صلاحیت سید علی خامنه ای کجا احراز شده که او در تشخیص منافع ملی تواناست، اداره کشور تواناست، تخصص محوری رو رعایت می، صلاحیت علمی برای فهم پدیده ها رو داره، هیچ کجا. البته شورای خبرگان و مجلس خبرگانی به شکل سوری وجود داره اما غالبا مداح. ما بر فرض اینکه اونها هم بخوان صلاحیت شخص رو رسیدگی کنن، چون خودشون فقها هستن اشرافی به بقیه مسائل ندارن، یعنی اقتصاددانی در مجلس خبرگان نیست، جامعه شناسی در مجلس خبرگان نیست که فرایند تصمیم گیری های این آقا رو رصد کنه، شخصی که در حوزه هنر، ادبیات و انواع و اقسام این زمینه ها که نیاز هست در درون دستگاه دولت به رسمیت شناخته میشه نزد مجلس خبرگان مفروض. بنابراین مسئله بر سر اینه که وقتی میگیم آقای فلانی طبق سنت دارای مشروعیته و نیاز نیست اصلا صلاحیت و شایستگی هاشو بررسی بکنیم، در واقع یک خیانتی میکنیم به عقلانیت. عقلانیت حکم میکنه که هر انسانی برای کسب مناصب اجتماعی باید صلاحیت علمی و عملیش رو نشان بده، با دیگران مبارزه بکنه، مناظره بکنه، مقایسه بشه و بعد بشه شخصی که مسئول اداره است و بعد از اثبات شایستگی هاش و لیاقتش برسه مدارج بکنه. اینا رو عرض کردم برای اینکه بدانیم در جهان غرب یک شبه این موفقیت ها حاصل نشد، اونها هم دو دستی سنت ها و خرافات رو نچسبیدن، هرچند در اونجا هم خرافات وجود داره، در امریکا مگه کم خرافات وجود داره؟ نه وجود داره، اما میزان عقلانیت در درون اون جامعه بسیار بسیار بیشتر. وجود روشنفکران، نخبگان، اندیشکده ها سبب میشه که در اون جامعه هر کسی نتونه هر کاری که دلش خواست
انجام بده و هر منصبی رو کسب کنه. پسر رئیس جمهور هم باشید، اگر ارگانی، سازمانی یا نهادی احساس کنه که شما از یک رانتی استفاده کردید، شما رو مورد پرسش قرار میده. فقط در نظام‌های سنتی است که چون مشاغل انتصابی و اقتدارگرایانه هست، یه عده‌ای هستن دست نزدنی هن. نمیشه کنار اونها رفت. ایشون متصل به اون حاج آقاست، متصل به اون اعلی حضرته، کسی نمیتونه بهشون مورد پرسش قرار بده، چون هنوز فرایندها عقلانی نیست، انتصابیه. نگاه میکنن شما بچه کی هست، نمیبینن عقل شما چیست، شایستگی شما چیست. خب اینا رو عرض کردم، برگردیم به این مسئله توانایی و شایستگی و دوران گذار از مسائل سنتی به عقلانیت. رساله های دورانساز زیادی وجود داره که الهام بخش ما هستن. اگر ما امروز به این ادبار گرفتاریم، به خاطر اینکه کتاب ها، جزوات و رساله هایی که زندگی ما رو سر و شکل داده، در درون اونها عقلانیت وجود نداره، مفقوده. یه صد جلد بهار الانوار رو برای ما نوشتن، گفتن شما نیاز نیست بیاندیشید. آقای محمد باقر مجلسی برای شما همه رو جمع کرد. شما میخونید میبینید در این عقلانیتی نیست، اما جرأت ندارید در برابر اون بیستید. یک لوحه ای از یک پادشاهی بیرون میارن، میگن بفرمایید 3000 سال پیش به ما گفتن چگونه رفتار بکنیم. بنابراین اگر شما خواهید بر اساس فکر خودتون رفتار کنی، به سنن پیشینیان و درگذشتگانمون خیانت کنید. همین ها زنجیرهای بردگی است. آیه اتین دولا بویتی به این مسئله اشاره می‌کنه. اما شاید یکی از مهمترین شخصیت‌هایی که سعی کرده در برابر سنت‌ها بایسته و طرحی نو بندازه، شخصی است به نام تاماس پین، کسی که در قرن 18 دست به کارهای بزرگی زد و این ایالات متحده ای که امروز هست به یمن وجود اوست، حداقل البته افراد دیگر. ما عرض کردم نخبگانی که میدانند چگونه در برابر زنجیرها بایستن، اونها رو پاره بکنن، دیوارها رو بردارن و جامعه رو به سمت جلو ببرن. تاماس پین سعی میکنه به دو مشروعیت سنتی که بسیار هم دست و پاگیر هستن حمله بکنه. یکی دین، که در کتاب عصر خرد به اون حمله میکنه، به نقد میکشه، و دیگری دربار، سیستم پادشاهی، که در دو کتاب، یکی کتاب حقوق انسانی یا حقوق بشر و دیگری عقل سلیم، مبانی اون رو برای مردم عادی جامعه روشن و به اونها نشان میده که باید روی پای خودمون بیستیم. انسانهای امروز نیازمند ایستادن بر روی پای خودشون هستن. هویت یه امر سیاله، یعنی انسانی که در گذشته بوده یه هویت خاصی داشته، مثلا شخصی مؤمن در امت زندگی میکنه. امروز هویت‌ها جدید شده، بسیاری از هویت‌هایی که ما امروز داریم با هویتی که در گذشته بوده متفاوته. زنی که 300 سال قبل در سنت بوده، هویتش مشخص یک زنی است که باید تابع شوهر باشه، نظام اجتماعی رو رعایت بکنه، قید و بندهای دینی رو مراعات کنه. اما زن امروز هویت جدید داره. بنابراین نباید فکر کنیم هویت چیزی است که مال 2000 سال قبله. نه، نظریه پردازان توسعه وقتی صحبت از بحران هویت میکنن، برای رسیدن به جهان مدرن به همین نگاه میکنن. خیلی فکر میکنن هویت یه چیزی است مربوط به 2000 سال قبل. اجدادمون کشاورز بودن، هویت ما این است که کشاورز باشیم. دیدید در هندوستان قدیم در جاهای مختلف همین بود. مثلا هویت یه برده، برده بود، برده زاده، برده بود. انسان نبود، هویتش هم بود. یک نفر با اندیشه غیر دینی مناسبه با اون جامعه هویت نداشت به عنوان شهروند. در جامعه اسلامی مسلمانان هویت دارن به عنوان شهروند، اما یک یهودی هویت نداشت.
جنس درجه دو بود. یک سیاه پوست در امریکا چه هویتی داشت؟ اگر یک سیاه پوست امروز بخواد برگرده دنبال هویتش، باید برگرده در اون مزارع پنبه کار بود به عنوان برده. گاهی ما تبیین برخی از مسائل رو به غلط به جامعه تزریق کردیم که هویت ما مال 3000 سال قبل، هویت ما مال 2000 سال قبل. نه خیر، هویت هم سیاله. انسان اجتماعی کسی است که با ایجاد طبقات مختلف دگرگون میشه. زمانی افرادی اشراف بودن و دیگران رعیت بودن. سالها قبل در ایران یه فیلم جالبی بود، پس از باران، یه سریالی بود نشان میداد یه اربابی هست، زنان مردم یا دخترانی که خوشش میامد با سنین پایین رو به عقد خودش در میاد. چرا؟ چون هویتش ارباب بود، ما بقی رعیت بودن. برای دختر ناراضی بود، گفت آقا من حاضر نیستم با این آدمی با اون سن و سال ازدواج کنم. میگن نه، ارباب ماست، ما رعیتیم. بنابراین کسانی که صحبت میکنن که هویت ما در فلانه، با این خطا مواجهن. هویت امر سیال، انسان ها تغییر میکنن، هویت جدید پیدا. امروز هویت ما شهروندی است، شهروند یک کشور به نام ایران. حقوق ما برابر است در قانون اساسی. دیگه نمیگیم هویت من این است که من سفیدم تو سیاهی، هویت من این است که نژاد من آریایی است تو یکی نژادت برمیگرده به گروه های دیگر. نه، این درگیری های هویتی بر اساس مفاهیم کلاسیک بوده که جنگ جهانی دوم و مسائلی از این دست رو راه انداخت. هیتلر همین کارو میکرد، میگفت شما برید یه گواهی بیارید مربوط به قرن 18 که آیا شما آلمانی هستید، آریایی هستید یا نیستید. اگر نبودید حقوقی برابر نداشتید. یعنی برگردیم به شجره هامون ببینیم کی هستیم، سا قرن 18 کی بودیم. در حالی که در قرن 20 شرایط عوض شده. این برای بسیار اهمیت داره. آنچه که امروز ما به دنبال اون هستیم هویت انسانی است. قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر، در هر دین و آیینی نگاه میکردی بشر درجه بندی بود: مسلمان، اهل کتاب، کافر و مرتد. اونا که اصلا هیچ حقی نداشتن. مسیحی و یهودی و زرتشتی باید جزیه میدادن با خفت و خاری. فقط مسلمانان بودن که هویت واقعی یک انسان کامل رو داشتن. تازه در بین مسلمانان هم تفاوتی هست، مرد و زن داره. زن که هیچ هویتش مثل مرد نیست، جنس درجه دوه. میخوایم برگردیم به اون هویت. تناقض در اینجاست که یکی میگه من حقوق بشر رو قبول دارم، اما هویت باستانیمو دوست دارم. خب هویت باستانی کجا با حقوق بشر تطابق کنه؟ نه، تمام جوامع. همین امریکایی که من دارم عرض میکنم، میخوام از توماس پین بخونیم سیاهان چقدر مبارزه کردن. کمی عقبتر برید، زمان ابراهام لینکلن جنگ داخلی را افتاد، بحثای بردهداری مگه نبود؟ حالا یه امریکایی بگه میخوام برگردم به اون هویت خودم. خب هویت تو چی بود اون موقع؟ 200 سال قبل برگردی. کار بازشناسی باورها همینه. یعنی بپذیریم چه باورهای غلطی داریم، تا چه اندازه نسبت اونا فکر نکردیم. تعصب همیشه مانع از اینه که ما بتونیم پیشرفت کنیم. اینکه من این همه دشمن دارم، خب اثر همینه. اهل دین، اهل دربار، اهل گروه های دیگه، همه با سلیمانی امیر دشمنن. چرا؟ چون میپرسیم. واضحه. میخواد برگردید به سنت 300 سال قبل. یعنی امروز جامعه‌ای بر اساس مناسبات هویتی 300 سال قبل بسازه. موافقی؟ یه قبیله‌ای بر ما حکومت، ایل قاجار. شما در یه منطقه از مازندران منتظرید یه شاهزاده تشریف بیاره در مازندران؟ شما براش کشت و زر بکنید، تو سرتون بزنه، اگه دختر زیبایی دارید به زور بگیره، اون هویت‌ها رو دوست داری؟ وقتی نامه به ناصرالدین شاه می نوشتن که آقا مردم شمال کشور میگن اینا چه حقی دارن اصلا حرف بزنن؟ رعیت ما هستن، یه حقی دارن که بیان اظهار نظر بکنه در مورد سیاست.
پس اگه دوست دارید دیگه بحث از حقوق بشر نکنید، مفاهیمی است که هویت جدید به ما داد. خب تاماس پین آمده در کتاب عقل سلیم در مورد بحث شایستگی و لیاقت که مبنای فکری اوست، میخواد جامعه امریکای آن زمان که در بحبوحه یک انقلابی است مجاب بکنه به این که ما مردمی هستیم که حاکم سرنوشت خودمونیم. قبل از او هم البته ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی به این مسئله پرداخته که انسان‌های هر عصری با عقلانیت خودشون قرارداد می‌بندن. یعنی من ایمان سلیمانی امروز وقتی می‌خوام معامله‌ای بکنم با عقل خودم معامله می‌کنم، چه کالایی رو نیاز دارم، چه خدماتی رو می‌خوام. ممکنه در زمان پدر بزرگ من اینجوری نبوده، او یه کالای دیگری مد نظرش بود، یه خدمات دیگری رو مطالبه می‌کرده، اما من حق دارم قرارداد خودم رو خودم ببرم. خب در سطح جامعه چطور؟ اگر من این حق رو دارم که از یه فروشگاهی که خودم میخوام خرید کنم، خودم میخوام عضوش بشم، خودم میخوام اون خدمات به من بده، طبیعی از حکومتم همین انتظار رو دارم که حکومت خدماتی مناسب حال من به من بده. خب وقتی پدر بزرگ من یا اجداد من زیر بار بردگی رفتن، قرارداد بستن که آقا شما به ما هر چی دادی ما میپذیریم سمعاً و طاعت، آیا منم باید تاهم بدم به اون؟ خب من شاید اون قراردادی که پدر من با دیگری بسته رو قبول ندارم، خب قرارداد خودم ببندم. ژان ژاک روسو سعی میکنه در قرارداد اجتماعی به این مسئله اشاره بود که نوعی عقلانیت که انسانهای هر عصری با توجه به دانشها، امیال و آرزوها و مطالباتشون حق دارن زندگی خودشون رو سامان بده. بخشی از این زندگی که بسیار هم مهمه ساحت سیاسی است، امر سیاسی است. ما تصمیم میگیریم با هم در یک جامعه زندگی بکنیم، حکومت و دولتی هم که مطلوب ما هست و باید انتخاب. خب تاماس پین در همون بحبوحه و دوران، البته او بعد از روسو، سعی میکنه برای مستعمره نشینان امریکا، یعنی جایی که یک کشوری به نام بریتانیا وجود داره، جنگیده، فرانسه رو شکست داده و حالا به خاطر مشکلات مالی هم که گرفتار شده، به مستعمره نشینان این امریکا فشار بیاره که آقا مالیات باید به من بدید. مستعمره نشینان ناراحت میشن که آقا بلی چه دلیل آخه؟ شما به خاطر سیاست‌های پادشاهتون رفتید جنگیدید، ما باید مالیاتشو بدیم؟ تازه اون طرف اقیانوس شما هستید، ما این طرفیم، چیکار به شما داریم؟ این نزاع بالا میگیره. انگلستان سعی میکنه نیرو بفرسته و در اون بحبوحه یک انسان به نام تاماس پین که اصالتا هم انگلیسی است اما محو در سنت‌هاش نیست، همین دلیلی که نامش ماندگاره، سعی میکنه مردمی رو بیدار بکنه. همین دلیل شروع میکنه به پرداختن پایه‌ها که آقا اساس بر سر اینه که ما تحت انقیاد یک کسی هستیم که صلاحیت و لیاقت حکومت بر ما رو نداره. میریم به سراغ عقل سلیم، فرازهایی از این نگاه رو میخونیم، تشریح میکنیم که بفهمیم صلاحیت، لیاقت و توانایی چگونه است، چگونه میشه بر سنت‌های غلط پا گذاشت و سنتی رو پایه‌گذاری کرد که سبب بشه یک جهان متمدن جدید خلق بشه. خب فرازهایی از کتاب عقل سلیم رو میخونیم، بخشایی هم از کتاب حقوق بشر اون که اهمیت داره، باید شرح هم میکنیم اون کاتش رو. حقیقت این است که این نظام حکومتی، منظورش نظام حکومتی پادشاهی در انگلستان که یک پادشاه داره و مجالسی مثل پارلمان، مجلس اعیان که زیر مجموعه اون هست، برای دوران ظلمانی و بردگی بسیار ارجمند. یعنی میگه این نظام و این سیستم برای دوران مدرن نیست، ریشش به دورانی برمیگرده که یک انسانی با قدرت بر جامعه حکومت کرده و بعد برای فرزندان خودش حق انحصاری قائل شده، مثل آقا محمد خان قاجار با زور آمد مملکت رو گرفت، بعد گفت آقا اعقاب من هر کسی آمد شما باید اطاعت کنید.
با لیاقت، بی لیاقت، فتلی شاه، ناصر الدین شاه، شما باید بگید چشم. چرا؟ چون آن زمان نظام ها و سیستم ها به این نفع برای مردم مشروعیت پیدا کرده بودند که حق با زورمندانه. اگر ما رنج بررسی بخش های مختلف نظام حکومتی انگلستان را بر خود هموار کنیم، در خواهیم یافت که این بخش ها باقی مانده دو جباریت باستانی هستند که با ضروریات جمهوری جدید مخلوط شدن. میگه ما یه نظامی داریم، در این سیستم نهادهای مختلفی وجود داره، هر سیستم سیاسی نهادهای مختلف داره. شما رو سیستم جمهوری اسلامی نگاه بکنید، یه نهادی داره ولی فقیه، یه نهادی داره شورای نگهبان، یه نهادی داره مجلس، یه نهادی داره قوه قضایی. اینا نباید با هم خلط کنیم، هر نهادی ویژگی ها و مبانی خاص خودش داره. توماس پین داره میگه که این نهادها دو تاش مربوط به دوران جباریته، دوران غلبه و زوره، دوران عقلانیت نیست. بعد میگه یکیش فقط با جمهوری منطبقه، یعنی همه مردم و مطالبه همه مردم. مثلا حالا داره توضیح میده، باقی مانده های جباریت سلطنتی که در شخص شاه تجسم میاد، گرس کردیم یکی با زور میاد میگه من پادشاهم، اعقاب من هم بعد از من کوچیک و بزرگ، عاقل و صفی بر شما حاکمن. دوم من باقی مانده های جباریت اشرافی به صورت اعضاء مجلس اعیان. شما میدونیم در انقلاب های مختلف در انگلستان اعیان، یعنی کسانی که صاحب زمین بودن، املاکی داشتن، گاهی از مردم استفاده می کردن برای غلبه بر شاه، گاهی هم در خدمت شاه بودن برای غلبه بر مردم. انقلاب هایی که در انگلستان رخ داد برای این بود که شاه رو محدود بکنه، نشیش اعیان بودن و این اعیان سعی کردن برای خودشون یک حق خاصی رو مد نظر قرار بدن. تو گفتم بله خب مردم هم حق دارن، ولی ما به دلیل اینکه مالک هستیم یک منفعتی در این کشور دادیم، بنابراین سعی کنیم یه مجلسی برای خودمون بسازیم که در این مجلس منافع خودمون رو پیگیری بکنیم. در کنار اون مجلس عوام هم رخ داد که مردم در اون بودن. و ما این تجربه رو داشتیم، ما این تجربه رو به شکل مستقیم نداشتیم، اما در مجلس مشروطه وقتی برخی از این گروه های مختلف معارضه کردند با ناصرالدین شاه و گروه های دیگر، شما میبینید بعد از فرمان مشروطه و تشکیل مجلس بعد در دوران مظفرالدین شاه، شش طبقه هستند که نمایندگان خاصی دارن، یعنی مثلا 10 تا نماینده، 15 تا نماینده که اینا وارد مجلس میشن. یکی از اون طبقات اشرافن، درباریانن. یعنی ما مجلس جدا نداشتیم، اما سهمی از اون مجلس شورای ملی به دربار اختصاص پیدا کرد. در انگلستان اونها برای خودشون جداگانه یه مجلس دیگه تشکیل دادن. روحانیت هم به عنوان یک طبقه ذی‌نفوذ سعی کرد نظارت خودش رو بر قوانین تصویب کنه، چون منافعی داره روحانیت. یکی در انقلاب مشارکت میکنه، نمیخواد منافع طبقاتیش از بین بره، لذا در متمم اصل دوم قانون اساسی مشروطه برای خودش حق نظارت قرار میده که اگر قرار قوانین تصویب شه، من آخوند، که البته در اون زمان قرار بود 5 تا مجتهد نظارت بکنن که این قوانین مطابق شرع هست یا نیست. اگه مطابق شرعه خب هیچ کاری نداره، اما اگه مطابق شرع نیست باید حذف بشه. یعنی منافع خودشون رو هم لحاظ کرده بودن، تجار و کسابه هم بودن. پس بنابراین در نظام هایی مثل انگلستان به دلیل فرایندهای خاص یه مجلس جدا تشکیل شد، اما در کشور ما صاحبان طبقات مثل تجار، کسابه، درباریان، اشراف یک سهمی از نمایندگان رو به شکل ثابت به خودشون اختصاص داد.
ولیشون ادامه میده. سوم، ضروریات جمهوری جدید که همان اعضای مجلس عوام هستند و آزادی انگلستان بر فضیلت آنان استوار. میگه شما این ستا نهاد رو دیدید، اون چی که انگلستان رو انگلستان کرده شاه نیست، بلکه اون مجلس عوامشه. در اینجا میخوام یه مغالطه ای رو که غالبا پادشاهی خواهان به کار میبرند رو روشن کنم. آقا مغالطه علت جعلیست. مغالطه علت جعلی زمانی است که شما برای یک پدیده‌ای علتی رو ذکر کنید که اون علت یا علت نیست یا تمامی علت نیست یا مهمترین علت نیست. به عنوان مثال میگید دیدید انگلستان رو چه پیشرفت کرده؟ به خاطر اینکه پادشاه داره. میگیم خب پادشاه چیکاره است؟ میگه چی نماده. میگه خب کسی که نماده چطور میتونه موجب پیشرفت باشه؟ پیشرفت حاصل تصمیم گیری و اجراست. این کاری که در مجلس داره انجام میشه. بنابراین پیشرفت انگلستان رفت یا ملک انگلستان نداره، چون در تصمیم گیری دخالت نمیکنه. نمیگه با کی صلح بکنید، با کی بجنگید. شما در جنگ عراق مگه زمانی که آقای تونی بلر بود ملکه چیکاره بود؟ میگم تصمیم بگیره که بجنگیم صلح بکنیم یا آقای تونی بلر مسئولش بود؟ زمانی که میخوان از ایشون سوال کنن کیو میبرن اونجا؟ نخست وزیر رو میبرن یا ملکه رو میبرن؟ در داستان برگزیت و چیزهای از این دست چند نخست وزیر عوض شد. چرا؟ چون سیاست ها متفاوته. اما ملکه سر جاش. الان هم که آقای چارلز آمده سر جاش. چون دخیل نیستن در تصمیم گیری. این مغالطه علت جعلی رو من پیشتران فکر میکنم در بازشناسی باور عرض کردم. ما در دیانت هم داریم. چرا وضع اقتصادی مردم بد است؟ به خاطر اینکه از نماز شب غفلت میکنیم. نماز شب چرا به وضع اقتصادی مردم داریم؟ چرا باران نمی آید؟ چون مردم بیهجابند. دیدید این امامان جماعت برای تریبون ها از این علت های جعلی برای مردم می شمرند که فقط مردم رو مجاب کنن که نماز بخونید، دینداری بکنید، بیهجاب نیاد گیرون و بارون نمیاد. اگر این افراد که در برابر روحانیون و گروه های دیگر می ایستن کمی از کتاب های منطق و مغالطات مطلع باشن، تأثیر بسزایی داره در روشن کردن بسیاری از این ادعاهای مخشوش، ادعاهای مغلوط. بنابراین علت جعلی است. نروژ کشور پادشاهی است، پادشاهش کاری نیست. رونقش حاصل جمهوریتشه، یعنی اون مجلسی که نخست وزیران احزاب اندیشکده ها دارن تصمیم میگیرن. نماده خالیه، باشم و نباشم چندان فرقی نمی. شما آقای چارلز رو بردار، انگلستان به راه خودش ادامه میده، حتی شاید بهتر هم ادامه بده. همون که دیدیم امریکا زمانی که جدا شده امروز شده تبدیل به ابرقدرت. ما انگلستان زمان اون امپراتوری آرام آرام دیگه عقب کشید. فرانسه کشور پادشاهی بود، اینو تبدیل شد به جمهوری. دلیلش بر سر اینه که مسئله اساسی این است که کدوم نهاد جامعه رو اداره میکنه. خرد، عقلانیت، همون چیزی که عرض کردیم، تخصص محوری، اون بوروکراسی عقلانی وبری، یا اینکه نه یه انسان. پس میبینید مغالطه علت جعلی در اینجا داره رخ میده. تاماس پین داره میگه، میگه افتخار انگلستان به پادشاهش نیست، به مجلس اعیانش هم نیست، بلکه به مجلس عوامش. در انگلستان هم آرام آرام دیگه مجلس اعیان داره افول میکنه، از بین میره، چون مجلسی که حتی پول میدن پادشاه در واقع به اونها لقب اعیان میده. این داستان موسیقی است، مربوط به دوران گذشته هم هست که لورد میشه، که فلان میشه، بعضا هم با پول میخرن این عناوین رو، مثل زمان قاجار خودمون. طرف انبا و اقسام ممالک رو پشتش داشت، مستوفی الممالک، نمیدونم خیر الممالک، مشیر الدوله، ناظم
دوله، همه اینا بودن اون موقع. شاه هر کی رو خوشش میومد یه دوله ای بهش نصب میکرد، یه ممالکی بهش وصل میکرد، یه ملکی بهش وصل میکرد، تمام بود. داستان غریبی است واقعا. بنابراین میبینیم که تاماس پین داره اینجا به این مسئله اشاره میکنه. خب زمینه رو آماده میکنه تاماس پین تا برگرده به یک سوال خیلی مهم در درون همین ساختار. میگه چگونه پادشاه به قدرتی رسید که مردم از اعتماد به آن میهراسند و همیشه مجبور به مهار آن هستند. میگه اساس فلسفه مشروطه شدن چیه شما فکر میکنید؟ چرا پادشاه محدود شده به قانون، اون قانون مردم؟ چرا تبدیل شده به نماد؟ خب اگه کارایی داشت شما چرا اون نمادش کردید؟ اگه سلیمانی آدم کار کشته ایست چرا باید نماد باشه؟ خب باز خدمات باید استفاده کنید. اگر آدم سلیمی است، اگر آدم خیری است، اگر آدمی است نیکو خصال، چرا باید براش جنبه نمادین در نظر بگیریم؟ بگیم آقا تو دخالت نکن. مثل پدر به خاطر سوء تدبیر وضعیت فرزندان رو دشوار میکنه. فرزندان بهش میگن بابا تو کنار بشی، هر کاری داری با خودمون انجام بده. بعد میبینن که بله وضع خانه بهتر شد، دیگه از اون تحکم فاقد عقلانیت پدر خبر نیست. حالا بچه ها دور هم میشینن تصمیم میگیرن، وضع خانه رو به راه شده. حالا پدره میره در قهوه خانه محل میگه ببینید چه وضع خونه بود، تصمیمات منه. در اون نماده، میگه در این محدود کردن شخص پادشاه یک فلسفه‌ای وجود داره. چرا جامعه انگلستان به جایی رسیده که احساس کرده باید جیمز رو محدود بکنه، چارلز رو محدود بکنه؟ خاطر اینکه احساس میکنه که اینها هر زمان که قدرت داشتن دست به تاراج زدن، دست به غارت مردم زدن، بنابراین باید محدودشون بکنه. چرا ما در انقلاب مشروط پادشاهان رو محدود کردیم؟ خب اگه خوب بودن چه نیازی بوده محدود بشن؟ خب بیان کار بکن. و ما احساس کردیم این ناصرالدین شاه وقتی دستش بازه مملکت رو داره میفروشه، خرجهای بی جهت میکنه. آقای مظفرالدین شاه وقتی برش میکنه پول مملکت رو میگیره میره در اروپا و جای دیگه خرج. باید محدود بشه، مجلس نظارت کنه. هر کسی رو نمیشه به هر جا منصوب کرد چون فرزند منه. نه، مجلس باید ببینه آقا این کیه، صلاحیت داره یا نه. بنابراین فلسفه محدود کردن چون این اشخاصی حاصل مهار این افرادی. میگه سلیم النفس نیستن، وگرنه محدودشون نمیکردی. خب ما این بحث رو ادامه خواهیم داد چون مقاله بسیار دورانسازیست این اندیشه های آی تاماس پین، در جلسه آینده تا بتونیم بحث صلاحیت، توانایی و شایستگی امر سیاسی رو نشان بدیم که چگونه پدران بنیانگذار امریکا سعی میکنن یک سنت و روش جدیدی رو ایجاد کنن. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز تا برنامه روز پنجشنبه. بدرود. اندیشمندان مختلف در حوزه